دوستان عزیز و نازنین، امیدوارم هر جای دنیا هستید دلی شاد، مغز جوان و تنی سالم داشته باشید. برنامه امروز رو میخوام در مورد این برگزار بکنم که در خبرها بود. مجلس عوام انگلستان سپاه پاسداران رو به عنوان یک سازمان تروریستی قرار تصویب بکنه یا تصویب کرده و تبعات این مسئله بر روی فعالیت های سپاه یا کسانی که با سپاه همکاری میکنن. ولی قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم، از همتون خواهش میکنم که اگر براتون امکان پذیر هست، اگر دنبال نمی کنید دنبال بکنید، اگر براتون امکان پذیر هست در قسمت نظرات چیزی بنویسید، حتی اگر یک نقطه شده، و اگر براتون گنجایش داشته باشه، امکان داشته باشه، لایک بکنید یا بازنشر بدید. ممنون و سپاسگزار میشم، چون که مدتی است که ساختار یوتیوب به شکلی شده که بیشتر کسانی که تعقیب میکردن رو حذف کرده. اگر براتون امکان داره کنترل بکنید ببینید آیا هنوز در اون قسمت مشترکین مشترک هستید یا نیستید. ممنون و سپاسگزار میشم که کمک بکنید برای اینکه قسمت‌های بیشتری از جامعه موضوع رو ببینن و مکانی باشه برای ابراز عقیده و آزاد به صورت آزاد بحث و جدل کردن. در خبرها بود که مجلس عوام انگلستان با اکثریت قاطع آراشون دارن سپاه رو به سمت یک گروه تروریستی شناختن پیش میبرن. اگر این اتفاق بیفته چندین مسئله همراه خواهد داشت، چندین مسئله که ممکنه به نفع جامعه باشه یا به ضرر جامعه باشه. بر اساس قوانین اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی که وقتی که سازمانی در یا گروهی در قسمت سازمانهای تروریستی طبقه بندی میشه، کمک کردن به این سازمان، ارسال پول به این سازمان یا اینکه همکاری کردن با این سازمان جرم محسوب میشه و این میتوانه تبعات بسیار بزرگی برای مسئولین جمهوری اسلامی داشته باشه، چرا که قسمت‌های زیادی از مسئولین و اون هسته متمرکز قدرت در جامعه جمهوری اسلامی، در گروه‌های قدرت جمهوری اسلامی یا وابستگی به سپاه دارند یا اینکه هنوز هم در گذشته وابسته به سپاه بودند و این باعث میشه که اینا به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته بشن، از سفر به اروپا و سرمایه گذاری در اروپا محروم بشن، کمک کردن بهشون، ارسال پول براشون، معامله کردن باهاشون جرم محسوب میشه و این قسمت‌های اعظمی از اقتصاد ایران رو شامل خواهد شد، چرا که قسمت اعظمی از شرکت‌های اقتصادی در ایران وابستگی به سپاه پاسداران دارن یا اینکه مسئولینشون در گذشته یا حال وابستگی به سپاه پاسداران داره. تبعات اقتصادی بسیار بزرگی خواهد داشت و این تبعات اقتصادی جامعه ایران رو هم در بر خواهد گرفت. از طرفی تبعات ناخواسته دیگری هم خواهد داشت، به این شکل که کسانی که مثلا ممکنه سربازی رو در سپاه کرده باشن مشمول این تحریم ها قرار بگیرن و برای گرفتن ویزا و یا اینکه کارهای اقتصادی یا ارسال پول و معاملات تجاری دچار مشکل بشن. این تبعات ناخواسته قسمت‌های زیادی از جامعه ایران رو در بر خواهد گرفت، چرا که قسمتی از کسانی که خدمت سربازی رو انجام میدن به صورت اجبار در سپاه پاسداران خدمت میکنن و خدمت کردن در سپاه پاسداران با تصویب این قانون مثل کار کردن با گروه های تروریستی خواهد بود. از طرفی قسمت های اعظمی از نیروهای هسته قدرت در جامعه ایران چون وابستگی به سپاه پاسداران دارند، دسترسی به منابع و امکانات اقتصادی براشون تقریبا غیر ممکن خواهد شد. این ثمره کار قسمت اعظمی از ایرانیان مقیم خارج از کشور است که با راهپیمایی‌های مختلف، با بیانیه‌های مختلف، با ارتباط برقرار کردن با سیاسیون مختلف در کشورهای مختلف سعی کردن که سپاه پاسداران رو جزء گروه‌های تروریستی دستبندی بکنن و مجبور بکنن حکومت‌های اروپایی و آمریکایی رو که نیروهای سپاه رو به عنوان نیروهای تروریستی قلمداد بکنه. واقعیت اینه که سپاه پاسداران
بر اساس اون عدم اطمینانی که به ارتش شاهنشاهی وجود داشت اوایل انقلاب، برای حفظ دستاوردهای انقلاب و مقابله با کودتای احتمالی ارتش پایه‌گذاری شد. و با وجود اینکه ما کردها از اول هم باش موافق نبودیم، ولی در جامعه ایران یک مقدار مقبولیت داشت و به اصطلاح اون حالت انقلابی و حالت دفاع از دستاوردهای انقلاب رو داشت و قسمت اعظمی از فعالیت‌هاش درصد بالایی از حمایت مردمی برخوردار بود. و جنگ ایران و عراق باعث شد که این به اصطلاح سپاه قدرت بیشتری رو بگیره و محبوبیت بیشتری رو در بین جامعه ایرانیان عام داشته باشه، یعنی به صورت جامعه کلی ساکنین ایران. هرچند در کردستان از روز اول هم سپاه به عنوان یک گروه سرکوبگر شناخته می شد و برعکس ارتش، که ارتش به عنوان حافظ مرزهای جامعه جمهوری اسلامی، مرزهای کشور ایران شناخته می شد، سپاه به عنوان شاخه ای از گروه سرکوب و گروه فشار شناخته می شد. و این دیدگاه رفته رفته در جاهای مختلف ایران هم تقریبا جا باز کرد و در جاهای مختلف ایران هم همین دیدگاه نسبت به سپاه برقرار شد. سپاه با شرکت در مناقصات بزرگ اقتصادی و صاحب شدن شرکت‌های اقتصادی و بنگاه‌های اقتصادی که در زمان رفسنجانی به عنوان خصوصی سازی باش شروع شد و اینها رو تقریبا به شبکه‌های مربوط به سپاه واگذار شد، قدرت اقتصادی بی‌نظیری رو هم در دست گرفت و با اسکله‌های غیرقانونی که به اصطلاح اثبات شد در موردش، با قاچاق قسمت اعظمی از نیازهای مردمی و فرار از گمرک، اقتصاد ایران رو تقریبا به حالت اقتصاد زیرزمینی در آورد و اقتصاد ایران رو تقریبا قبضه کرد. تحریم های اقتصادی باعث شد که سپاه باز هم قدرت بیشتری بگیره و نقش عمده تری رو در اقتصاد ایران ایفا بکنه. به هر حال این تروریست دانستن سپاه باعث میشه که قدرت بلا منازع سپاه در اقتصاد ایران و همچنین در سرکوب مردمی تقریبا به شکلی در بیاد که مورد بازخواست و مورد بازبینی نهادهای مختلف دولت‌های اروپایی قرار بگیره و این امکان داره که در آینده نزدیک به اصطلاح تأثیرات شگرفی رو در فعالیت‌های اقتصادی سپاه و قدرت و نفوذ سپاه ایفا بکنه. به هر حال اعتراضات در ایران هم کماکان بر دوام است و مسیر انقلابی خودش رو در پیش گرفته و داره همین مسیر رو ادامه میده و مطمئنن به نتیجه مطلوب خواهد رسید، ولی با شتاب و با سرعت این حرکت امکان پذیر نیست و این باعث شده که یک مقدار دلسردی در بین مقداری از افراد جامعه پیش بیاد که چرا این اعتراضات کم رنگ شده. واقعیت اینه که از روز اول اعتراضات پیش بینی بر این بود که این اعتراضات کم رنگ خواهد شد بعد از یه مدتی، ولی به هر حال در بستر جامعه ادامه خواهد یافت مثل آتش در زیر خاکستر و بالاخره در نقطه‌ای دوباره شعله ور خواهد شد و بنیان‌های نظام سلطه رو در ایران، نظام استبدادی رو در ایران به لرزه در خواهد آورد و باعث خواهد شد که نظام جمهوری اسلامی سرنگون بشه. نظام جمهوری اسلامی به هر حال هسته سخت قدرتش عده‌ای انسان‌های محدود هستند که این عدد انسان‌های محدود بالاخره قدرت رو در دست خودشون قبضه کردند و در بین خودشون این قدرت رو میچرخانند. موزل اساسی که الان در حال حاضر جنبش اعتراضی کنونی ایران باش به اصطلاح درگیر هست،
موزل رهبری جنبش هستش که به دلیل تمامیت خواه بودن عده از رهبران جنبش یا گروههایی از حرکت گروه های سیاسی که در این جنبش نقش ایفا میکنن، یک مقدار حرکت رو به سمت کم رنگ شدن پیش برده. به اصطلاح تفکرات مختلفی در این جنبش هستش، همونطور که تفکرات مختلفی در جامعه حضور داره. عده‌ای بالاخره اعتقاد به همین نظام جمهوری اسلامی دارن، عده‌ای اعتقاد به تغییرات و اصلاحات در این جمهوری اسلامی رو دارن، عده‌ای معتقد به سرنگونی هستند، ولی در این قسمت سرنگونی عده‌ای سلطنت طلب هستند، عده‌ای سلطنت طلب مشروطه خواه هستند، عده‌ای جمهوری خواه هستند، عده‌ای سوسیالیست هستند، عده‌ای کمونیست هستند، و بالاخره به ازای هر دیدگاه مشخصی که در دنیای فکری جامعه وجود دنیا وجود داره، قسمت هایی از گروه های سیاسی در ایران و اپوزیسیون خارج از کشور تقسیم شدن به این گروه های مختلف فکری، و کثیرالمله بودن ایران هم باعث شده که گروه های سیاسی مشخصی با پشتوانه های ملی و پشتوانه های قومی تفکرات ناسیونالیست قومی خودشون رو پیگیری بکنن، و این هم درصد زیادی از فعالیت های سیاسی رو در جامعه شامل خواهد شد و شامل هستش. به هر حال وضعیت سیاسی در ایران به این شکل داره پیش میره، و امید این که به زودی این نظام جمهوری اسلامی سرنگون بشه و به اصطلاح ما به یک حکومت با ثبات و دموکراتیک در ایران بریم، یه مقدار کمرنگ کرده. کمرنگ شدن اعتراضات دلیل بر این خواهد بود که بتوانند گروه های سیاسی اپوزیسیون با هم همکاری بکنند و سعی بکنند که به هر شکل ممکن با هم کنار بیان و خواستهای مشترکی رو با هم دیگه هم عهد و هم پیمان بشن و بر اساس این خواستهای مشترک پیش برن. تا وقتی که گروه های اپوزیسیون به این مرحله نرسند که با هم بشینن و به اصطلاح یک پلتفرم مشترکی با هم دیگه درست بکنن و بر اساس این پلتفرم مشترک با هم دیگه بر اساس اهداف مشترک و تفاهم هایی بر روی حداقل های مشترکی که با هم دیگه دارن پیش برن، جمهوری اسلامی هنوز بر حکومت خواهد ماند و اعتراضات ریشه‌ای هرچند باشه باز هم به نتیجه نخواهد رسید. اعتراضات باید رهبری داشته باشه، باید سازماندهی داشته باشه و باید امکاناتی رو داشته باشه که بتونه مردم رو همراه خودش بکنه، اعتصابات رو هماهنگ بکنه و بتونه به اعتصابیون کمک بکنه، بتونه به کسانی که آسیب دیدن کمک بکنه، بتونه از لحاظ اقتصادی به کسانی که این اعتراضات باعث ضربه خوردنشون هستش کمک بکنه، تا همه اقشار جامعه رو دور خودش جمع بکنه. در سال 57 بالاخره نیروهایی که وابسته به روحانیت بود با اون شبکه وسیعی که روحانیت در دست داشت و همراهی بازار تونست که اعتصابات را هماهنگ بکنه. وضعیت اقتصادی مردم هم بهتر از امروز بود و می توانستن برای مدتی به اصطلاح تحمل بار اقتصادی شرایط رو بکنن و به اعتصابات بپیوندن، ولی در حال حاضر قشر متوسط جامعه ایران بسیار کم رنگ شده. تفاوت بین قشر متوسط و قشر ضعیف جامعه بسیار کمرنگ شده و قسمت اعظمی از جامعه ایران رو نیروهای مردمی تشکیل میده که از لحاظ اقتصادی وضعیت خوب و مناسبی ندارن و این امکان رو به مردم نمیده که بتونن در اعتصابات شرکت بکنن و وضعیت روزمره زندگی رو کنار بگذارن و دنبال ایدئال‌های سیاسی بیفتن.
بالاخره عناصر مقیم در خارج از کشور و رهبران سیاسی که در خارج از کشور وجود دارند با همکاری رهبران سیاسی که در داخل کشور وجود دارند باید بتوانند شورای رهبری را تشکیل بدن و این شورای رهبری باید بتواند که در زمان مشخصی بتواند سازماندهی رو درست بکند که این سازماندهی بتواند کمک به اعتصابیون بکند و بتواند که رهبری حرکت مردمی رو در دست بگیره. تا وقتی که این اتفاق نیفته ما تقریبا نمیتوانیم امیدوار باشیم که حکومت سرنگون خواهد شد و نمیتوانیم مطمئن باشیم که جمهوری اسلامی جایگزین جمهوری اسلامی حکومت دموکراتیکی خواهد بود. امکان این که در داخل جمهوری اسلامی تغییر و تحول ریشه‌ای در حکومت وجود داشته باشه و عده‌ای بر علیه عده دیگه قیام بکنن وجود داره، اونم در شرایطی که مثلا ممکنه رهبر جمهوری اسلامی فوت بکنه، برای رسیدن به قدرت ممکنه عده‌ای با عده‌ای درگیر بشن، ولی این به منزله رسیدن به دموکراسی در جامعه ایران نیست و راه رسیدن به دموکراسی در جامعه ایران فقط اون شکلیه که ما بتوانیم نیروهای اپوزیسیون رو دور یک هدف مشترک، حداقل‌های مشترکی جمع بکنیم. امیدوارم که اپوزیسیون به مرحله‌ای برسد که نیروهای خودش رو دور حداقل‌های مشترک جمع بکنه و یک شورای رهبری تشکیل بده، ولی فعلا این وضعیت یک مقدار دور از دسترس به نظر میرسه و این اعتراضات مردمی باید ادامه پیدا بکنه تا وقتی که بتوانند نیروهای اپوزیسیون دور حداقل‌های مشترک جمع بشن. به امید دیدار شما در فردای دموکراتیک و امیدوارم که به اصطلاح این حرکت سریعتر صورت بگیره و مردم بیشتر دور اعتراضات جمع بشن و دور حداقل ها جمع بشن و نیروهای اپوزیسیون هم بتوانن اون حداقل های مشترک رو در بین خودشون بیابند و با همدیگه بشینن و مذاکره بکنن. یک مقدار سخت است ولی امیدوارم که این حرکت اتفاق بیفته. دوستان در آخر باز هم از همتون تقاضا میکنم اگر برنامه رو پسندیدید که پسندیدید و بسیار سپاسگزار خواهم شد که لایک بکنید، ولی اگر هم نپسندیدید حداقل در کامنت ها چیزی بنویسید که این الگوریتم یوتیوب کمک بکنه دیگران هم برنامه رو ببینن. با امید آزادی ایران و رسیدن به دموکراسی در منطقه.